به نام خدا، سلام خدمت همه افرادی که در اینجا حضور دارن. خیلی خوش اومدید. امروز ما جلسمون ارائه خانم دکتر زیناری هستش. بعد قبل اینکه ایشون شروع بکنن، من با اجازهتون یه دونه سفر رو شیر بکنم و یه چیزی رو نشون بدم، بعد در خدمت خانم زیناری هستیم. دوستان ببینید، ما این گوگل شیت رو که درست کردیم، خب تاریخ ها رو نوشتیم. امروز مثلا 11 اسفنده و لیا خانم ارائه دارن، بعدی حالا یکی از آقایون قرار ارائه بدن، بعد آقای دکتر طهماسبی و الی آخر. به این صورت شما هم لطفا سعی کنید که اسم خودتون رو برای تاریخ های حالا آینده بنویسید. مثلا یکی از خانم ها اینجا اومدن اسمشون نوشتن، سعی کنید که جلوی هر تاریخی رو برای خودتون انتخاب بکنید، عنوان و حالا لینک مقاله که میخوای صحبت بکنید، که ما خب اینجا ببینیم و هم مطلع باشیم، هم دوستان دیگه مطلع باشن، کسانی که مثلا ممکنه که بخوان مقاله رو بخونن از قبل و نه آماده باشن، که این عالی میشه. خیلی ممنون. من اسکرین رو استاپ میکنم و لیا جان بفرمایید. من اسکرینموش دسترسی دارم که شیر کنم؟ بله. پایین. دسترسی نداری؟ اجازه بدید. نه ندارم. ببخشید. یه دقیقه الان. خب. الان فکر کنم میتونی. ببخشید من. الان هم ندارم. من که تنظیمات رو روی پست گذاشتم، شیر در اسکرین. شما فکر کنم الان بتونید یه بار دیگه بذارید من این کار. خب الان فکر کنم بتونید یه بار دیگه تلاش کن. پایین علامت فلش به سمت بالا. الان باید شعر باشه، درسته؟ بله. خب به نام خدا، من لیا زینالی هستم، دانشجوی دکترای که در مورد سنجش از دور و پهباد و لیزر و ماهواره و اینا دارم کار میکنم روی جنگل ها، و توی دانشگاه تربیت مدرس تهران دارم درس میخونم. موضوعی که برای این جلسه انتخاب کردم، یکی از موضوعات روزه که اومده تلفیق بین یک روش سنتی و یک روش قدیمی رو. لیا جون، ما فقط صفحه گوگل میت رو میبینیم، این رو اگر آهان یه لحظه من احتمالاً کل صفحتون رو بله شیر باید بکنم. الان دارین؟ آره زمان من الان دارمش. خب عنوان مقاله اینه، میگه که حالا یه روش اندازه‌گیری ارتفاع درخت رو اومدن مقایسه بین اندازه‌گیری میدانی رو با اندازه‌گیری لیزر هوایی و لیزر زمینی ALS و TLS بررسی کردن. حالا این منطقه مورد مطالعه‌شم یه جنگل سوزنی برگ بود توی فنلاند. در حالت کلی بخوام درباره لیزر و اندازه‌گیری و ارتفاع درخت اینا بگم. ارتفاع درخت یکی از مشخصات خیلی مهمه که برای اندازه‌گیری جنگل انتخاب میشه، مخصوصا اگه کنارش ما بخوام توزیع قطری درختان هم در نظر بگیریم. ما رو توی مدیریت جنگل، بایومس، تولید چوب، ترسیب کربن و خیلی از خدماتی که جنگل برای ما ارائه میکنه جز مؤلفه‌های خیلی خیلی مهم هستش. بنابراین دقت تو این که ما بتونیم اینها رو دقیق اندازه‌گیری کنیم خیلی برای ما مهمه. اینکه علاوه بر دقت اندازه‌گیری،
هزینه اندازه‌گیری، زمان اندازه‌گیری، اینها هم برای ما خیلی مهمه. پس علم این اندازه‌گیری و علم این آمار برداری جنگل اینونتوری داره میره به سمتی که هم با امکانات قوی تر هم تو دقت ما، تو دقت اندازه‌گیری ما تاثیر بذاره و هم تو زمان اندازه‌گیری ما سریع‌تر اینا رو به دست بیاره. این مقاله توی کشور فنلاند انجام شده، اومده گفته که ما یه سری اندازه‌گیری های زمینی رو داریم، یه سری اندازه‌گیری های برد هوایی داریم، یه سری اندازه‌گیری های لیزر زمینی داریم. استفاده از لیزر توی علم سنجش از دور خیلی کاربرد داره. اینکه ما یه اسکنر رو روی یک پلتفرمی قرار میدیم، حالا این پلتفرم میتونه ماهواره باشه، میتونه مثل ALS یک هواپیما باشه، یا یکم تو ارتفاع پایین تر میشه پهپاد، و یا زمینی باشه، ترستریال باشه، و اینکه یک چیز شبیه دوربینه که ما بهش میگیم همون اسکنر، برای یه سپای قرار میگیره. کارش چیه؟ یه سری طول موج های لیزری رو به سمت زمین و به سمت اون هدف ما پرتاب میکنه. حالا اگر درخت، ما میخوام ارتفاع درخت رو بگیریم، اگر زمینی باشه، الان من عکسش رو نشون میدم که چجوری لیزر رو پرتاب میکنه و درخت رو اندازه گیری میکنه، و اگر هوایی باشه دوباره یک سری طول موج ها رو میفرسته و زمان برگشتش رو به عنوان این ارتفاعش در نظر میگیره. اندازه‌گیری های زمینی هم خب خیلی، ما دستگاه های مختلفی برای اندازه‌گیری ارتفاع داریم، سونتا داریم، بولوم لیس داریم، ولی اونایی دقیقاً که به صورت روابط مثلثاتی دارن کار میکنن. منطقه این مورد مطالعه ما اومدن 18 پلات قطع نمونه رو در نظر بگیرن. قطع نمونه توی جنگل یک سری پلات هایی رو، یک سری قطعاتی رو ما جدا میکنیم، چیز شبیه یه محوطه، یه مرز تعیین میکنه که این قسمت داخلش برای ما چیز بشه، اندازه‌گیری بشه. حالا قطع نمونه میتونه سایزهای مختلفی داشته باشن. توی این مطالعه 32 متر در 32 متر اندازه‌گیری شد. قطع نمونه تقریبا میشه گفت، تقریبا کوچکترین تقسیم، کوچکترین واحد تقسیم بندی یک جنگل. بعد ما اومدیم توی هر پلات 1174 تک درخت رو در نظر گرفتیم. حالا بین این همه درخت چرا 1174 تا رو در نظر گرفتیم؟ مثلا به طور متوسط اگه من بگم که 2000 خورده‌ای درخت توی این پلات من قرار داشت، من اونایی رو انتخاب کردم، حالا به گفته این مقاله، من اونایی رو انتخاب کردم که دید من نسبت به اون تاپ درخت، من نسبت به تاپ درخت دید داشتم، داشتم اون بالا اون درخت رو می‌دیدم، که این درخت هایی که من میتونستم تاپشون رو ببینم 1174 نمونه. این منطقه مورد مطالعه من توی کشور فنلاند بود. حدوداً سه تا گونه درختی رو که من گفتم جز سوزنی برگان بود انتخاب کردیم. یکی این درخته که همون نوئل، همون مربوط به درخت کریسمسه. این دوتا هم درخت توسه و یه نوعی درخت کاج هستش. بعد اومدن ببینید توی این تصویر، این تصویر همون ALSه، یعنی با استفاده از هواپیما یا حالا همون پهپاد اومده یک سری لیزرها رو فرستاده و با اون پالسایی که اندازه گرفته، ببینید اینجا نوشته تایم برگشتش هر چقدر باشه، ارتفاع این درخت برای ما نشون میده. پس این میشه نمونه ALS. نمونه TLS اینه که روی سپای قرار میگیره و یک سری پالس ها رو به سمت هدف من میفرسته، باز بر اساس روابط مثلثاتیه و ارتفاع اینو برای من اندازه‌گیری میکنه. این تصویرم برای اندازه‌گیری میدانی اومده از روش های مختلفی که من عرض کردم وجود داره. این دستگاه رو انتخاب کرده، دستگاه ورتکسه که یک دستگاه تقریبا پیشرفته است که توی ایران هم ما اینو داریم، توی سازمان جنگل ها. این دوتا رو هم ما توی ایران داریم و کمابیش استفاده میشه، ولی هزینه بسیار بسیار گرانه. یعنی اگه من بخوام از ALS استفاده کنم با یه قیمت چند میلیاردی، و اگه بخوام یه 200 هکتار جنگل رو اندازه گیری کنم، قیمت حدود 400 تا 500 میلیونه. خب و این خیلی رقم بالایی میشه در مقابل اندازه گیری های میدانی توی کشور ما. البته اینجوریه. و این هم که اسکن لیزر زمینیه. حالا من میگم که تفاوت اینها توی چه مقطعی میتونه باشه. توی سه توده ما اندازه گیری کردیم، من گفتم سه نوع ما درخت داشتیم.
منطقهش دقیقا ایوه فنلاند، سه توده، توده های جنگلی با استفاده از تراکمشون، حالا چقدر درخت داره، خیلی بعضیاشون خیلی دنسن، بعضیاشون نتونوکن و بعضیاشون متوسطن. اومده همین سه تا رو، یعنی ایزی، میدیوم و دیفیکلت، اینها رو جدا سازی کرده. بعد اومده دیتا ست رو چجوری تنظیم کرده، اومده TLS رو، پالس ها رو فرستاده و اون رو به صورت دستی نوشته. هر پالسی که میفرستاد و برگشت میخوردن به اون نتیجه رو به ما میداد، 3 دقیقه طول میکرد، یعنی هر درخت ما 3 دقیقه طول میکرد با TLS. ALS هم که اونی که توی این چیز این هم بگم درباره TLS، TLSی که انتخاب کرده بودن اسکنر لایکا بود، این برای کشور ژاپن بود فکر کنم، که اسکنر لایکا که طول موج 650 تا 690 نانومتر توی طول موج دید انسانه، میدان دیدش 360 درجه در 310 درجه است. یه لازم قسمتشو بیارم اینجا. اینو هایلایت کردم، ببخشید این قسمتشو یادم رفت. وقتی من میگم ایزی پلات یعنی 700 پایه درخت در هکتار داره، وقتی میگم میدیوم پلات یعنی متوسط یعنی 1000 پایه درخت در هکتار داره، وقتی میگم دیفیکلت یعنی خیلی تراکمش بالاست 2000 پایه در هکتار وجود داره. این یه نکته‌ای که جا انداختم. بعد درباره دیتا ست ها داشتم صحبت میکردم که TLS و TLS چجوریه. خب TLS میدان دیدش اینجا بودم که 360 تا 310 درجه است، دقت اندازه گیریش 2 میلیمتر در فاصله 25، اگه من در فاصله 25 متر از درخت وایستم دقت اندازه گیریم 2 میلیمتر. خب این خیلی خوبه اینجا، و یک تصویر سه بعدی داره به من میده. دستگاه ورتکسی که نشون دادم با رزولوشنش 0.1 میلیمتر که این یک دستگاه برای اندازگیری میدانی بود. بعد ALS هلیکوپتر، یعنی هلیکوپتر یا هواپیماست کلن، یه پلی همون دستگاه لیزر، اسکنر لیزری که ما برای ماهواره استفاده میکنیم یا برای هلیکوپتر، این دفعه روی هواپیما داریم، پلتفرمش روی هواپیما، روی هواپیما نصبش میکنیم. ولی اینجا چون توی این مطالعه ارتفاع رو خیلی کم گرفته، در حد همون پهپاد گرفته، 75 متر ارتفاع از سطح زمین گرفته. اسکنری که روی این ALS نصب بوده ریجل بود، که با یه پالس سبک 7.5 کیلوگرم ببخشید، با میدان دید 60 درجه، طول موجش هم 1550 متر بود. واگرای پرتو، همون پرتوی که اینجوری به صورت واگرای باز میشه، 0.3 میلیمتر بود. ارتفاع پرواز 75 متر و سرعت پرواز هم 50 کیلومتر بر ثانیه بود، که تراکم نقطه داده ها یعنی هر پالسی که میفرستاد و برمیگشت 450 نقطه بر متر مربع بود، یعنی هر متر مربع 450 شلیک. بعد اومدن اینجا این تصویر برای درخت توسه، نه برای درخت کاج جنگلیه، این تصویر سیاه رو با استفاده از TLS گرفته، این تصویر قرمز رو با استفاده از ALS گرفته، این تصویر سومی رو ادغام این دوتا رو گرفته. ببینید وقتی من از پایین داشتم اینا رو شلیک میکردم، ببینید خیلی دیگه از آشکوبهای پایین، از پایین ترین قسمت جنگل داره برای من اندازه میگیره تا بالاترین قسمتش، ولی وقت ALS از بالا تا پایین خیلی برای من نگرفته، ولی ادغام این دوتا میتونه نتیجه خیلی خیلی خوبی به من بده. این برای گونه کاجه. این سه تا تصویر بعدی برای گونه توسه، و این تصویر آخر هم برای گونه نویله. بعد حالا یه سری تحلیل های نرمالیته و مدل سازی و اینا روش انجام میشه و درصد اوریبی که ما میده به ما نشون میده که این کدوم روش برای ما بهتر بود. RMSD که اینجا برای این تحلیل استفاده کردیم مخفف روت مین اسکوار دیویشن، و منظور از باعث همون اوریبیه، یعنی همون درصد خطایی که ما داشتیم. اینجا ببینید، اینجا گفته که RMSD برای سه تا تراکم
برای تراکم های پایین اینقدر بود، برای تراکم 6.73، برای میدیوم اینقدر و برای دیفیکلت هم اینقدر بود، یعنی 15.98 بود. در حالت کلی نتیجه که این مقاله داشت به من میداد این بود که توی ایزی و میدیوم ادغام داده های لیزری خیلی بهتر جواب داده تا دیفیکلت، ولی در حالت کلی اگه بخوام بگم که TLS, ALS و داده های میدان کدومش بهتر بود، ادغام دو داده ALS و میدانی خیلی نتیجه بهتری داشت، ولی TLS اومده ارتفاع درخت ها رو یک پایین تر اون سطح اصلیش برای ما ارائه کرده. مثلا اینجا برای ایزی پلات ببینید، توی ایزی پلات داده ای که اندازه ای که برای من گرفته ALS, TLS و میدانی، ALS و TLS برای ارتفاع درختانی که 15 تا 20 متر بودن، یعنی بیشتر از اون برای من خطا میداد. که توی ابر نقاطش اگه بخوایم نگاه کنیم دقیقا همینو میبینیم. ببینید ارتفاع تا نهایتا ببینید 20 متر این قسمت، یعنی بهتره. بعد این دیگه اون پراکندگیه داشت شروع میشد، این خطاه یا همون باعث ما داشت شروع میشد. اینجا باز همون 20ه، اینجا هم همینطور. این برای داده های میدانی، این برای داده TLS و این برای داده ALS. ببینید همینجا هم دوباره تا 20 نهایدن برای من داده خوبی نشون داد. این برای پلات ایزیه. برای پلات میدیوم که یکم تراکمش بالاتره، گفتیم 1000 پایه درخت در هر هکتار، باز اون همبستگی ما نزدیک 1ه. خب این همبستگی خیلی خوبی داشته، نزدیک 1. وقتی من اسکتر پلاتشو دارم نگاه میکنم، باز اینجا همون 20 متر رو در نظر گرفته برای هر سه داده. بعد این پراکندگی داده های من شروع میشه که این باز سه تا روشه برای میدیوم. ببینید هر چقدر دنسیتی جنگل من داره متراکم تر میشه، خطای اندازه‌گیری من داره بالاتر میره. بازتون اینجا قشنگ توی این ابر نقاط داریم میبینیم. توی دیفیکلت پلات هم باز همینه، پارامسی 1.69 و باعثش هم منفی شده. اینجا هم باز ببینید پاسخی که من از دیفیکلت فارست استند دارم میگیرم، رفته رفته پراکندگی بیشتر شده و اندازه‌گیری توی این جنگل هایی که خیلی متراکم هن برای داده های دوتا لیزر زیاد داده های دقیقی به من نمیده و اندازه‌گیری میدانیه که خیلی چیز میکنه. اومده میگه که اگه من بخوام یک داده میدانی رو جایگزین کنم با داده اسکن هوایی، این داده میدانی در واقع چجور بگم، اون داده شاهد منه، اصل کاری منه که من میخوام این دوتا لیزر رو مقایسه کنم با این. پس من میگم که این دقیقه ولی این دوتا میتونه چقدر دقت به من بده توی اندازه گیری. این هم اومده سه تا روش رو با هم مقایسه کرده، یعنی سه تا رو با هم ادغام کرده و این ابر نقاط رو برای من ترسیم کرد برای ارتفاع درخت. اینجا هم باز این قسمت ALS و داده میدانی، داده میدانی رو با هم مقایسه کرده که گفته برای اینم بگم ما درختانی رو اندازه گیری کردیم که قطر برابر سینش بالای 5 سانتی متر باشه، که اینجا هم باز برای TLS و میدانی، اینجا هم TLS و ALS با همه، که ALS و میدانیمون خیلی بهتر بوده و TLSمون یکم خطای بیشتری توی آنالیز ها داشته و ارتفاع درخت رو از اون مقدار اصلیش کمتر نشون داد. اینجا میگه که گونه ها توی اندازه گیری مهمن. حالا ما از چه گونه استفاده کنیم بستگی به همون دیدروی به تاپ درخت داشته که من حالا تراکم تاج پوشش درخت من، حالا اینجا سوزنی برگ بوده خیلی تراکمش، یعنی نوک درخت کاملا دیده میشه ولی از پایین، ولی توی درختان پهن برگ اینجوری نیست.
ولی توی اندازه‌گیری ارتفاع درخت دیدروی به بن دیدروی به تاپ درخت خیلی مهمه و تو دقت اندازه‌گیری خیلی میتونه تأثیر بذاره. اینجا میگه که این داده های میدانی منه به عنوان بیس کار و این پراکندگی ALS و TLS با همه. اینا رو داره نشون میده. همینطور اینجا. ببینید اینجا. اینجا میگه که TLS این داده های میدانی منه. خب. ALS منطبق تقریبا، یعنی یه ابر نقاط تقریبا خوبی رو با این میدانیه داره، ولی TLS همیشه کمتر از اینه. یعنی اینجا نشون میده که همون ارتفاع درختان رو کمتر از اون حد میزان در نظر گرفته. حالا بریم اینجا. نوآوری که این مقاله داشته این بوده که استفاده از لیزر که یک مسئله خیلی روزیه توی علم سنجش نزدون و الان ماهواره های جدیدی داره و هوا پرتا میشه که یک داده های لیزری برای من برداشت کنه. چرا من میگم داده های لیزری؟ اینو شاید حالا کسایی که بیسشون ریموت سنسینگ نیست اینو بگم. وقتی از ماهواره ما تصویر میگیریم، این تصویرها بر اساس اپتیکه یا اپتریکه یا رادار یا لیزره. اپتیکا اینجوری هن که حالا مخصوصا برای جنگل ها روی تاج پوشش و روی جنگل رو به ما نشون میده. رادار میتونه به یکم پایین تر از اعماق جنگل نفوذ کنه، یعنی یکم نفوذ پذیرشون نسبت به اون آبجکتی که داره بیشتره. بعضی جاها اونقدر دنسیتی جنگل بالاست یا اونقدر یا همون شهرهایی که خیلی تراکمشون بالاتر از تراکم ساختمانشون یا هر هدفی که من دارم، اینجا میام از لیزر استفاده میکنم. لیزر از تمامی اشیاها داره عبور میکنه. به خاطر همین ما اومدیم از لیزر به عنوان اندازه‌گیری استفاده کردیم و گفتیم که ما دیگه مانعی تقریبا موانع رو برمی‌داره. بعد اومده گفته که از لحاظ هزینه هم حالا برای کشور فنلاند اینجوری بوده که از لحاظ هزینه، چون کشور فنلاند نیروی انسانی خیلی کم دارن، نیروی و خیلی گرانه نیروی انسانی به دست آوردن اونجا، برعکس اینجاست. به خاطر همین استفاده از این علم روز میتونه خیلی بهشون کمک کنه. نوآوری این بوده که پیشنهاد برای کارهای آینده استفاده از لیزر. میگم چون یک سری ماهواره های جدیدی هم داره به هوا پرتاب میشه که این ماهواره های جدید تصاویر رایگان رو هم در اختیار ما میذارن. ما میتونیم از شاید ALS نتونیم توی کشور ما به راحتی به دست بیاریم یا هزینه گزافی برای ما داشته باشه، ولی میتونیم اسکنر های خیلی کوچکتری برای پهپادها درست کنیم. اندازه‌گیری جنگل، اینم حالا اضافه کنم خارج از این مقاله است، ولی اندازه‌گیری جنگل الان یک سری اپلیکیشن های برای همین گوشی های موبایلی که ما داریم هم طراحی شده که ما میتونیم با استفاده از همین گوشی موبایلی که دستمونه بریم داخل جنگل و اندازه‌گیری هامون رو انجام بدیم. خب چیزایی که از این مقاله خوندم، من تا یه مقاله همشو توضیح دادم، اینکه علم روز داره کجا میره، اینکه تفاوت اینها با واقعیت چقدر میتونه باشه، اینکه گونه درخت چقدر میتونه روی اندازه‌گیری من تاثیر بذاره، یه چه روش‌های مختلفی برای اندازه‌گیری وجود داره. اینها جزء مطالبی بود که من یاد گرفتم. درباره ژورنالم، این ژورنال یکی از بهترین و قوی‌ترین ژورنال‌ها توی ریموت سنسینگ برای دانشگاه هنگ کنگ پلی تکنیک که ماهیانه این مقاله هاش چاپ میشه. تقریبا من مقاله رو تموم کردم، اگه کسی سوالی داره من در خدمتم. خیلی ممنون، فوق‌العاده بود. ببین لیا جون کلی چیز یاد گرفتیم ما هم، دست شما در نکنه. دوستان خیلی لیا جون سوالی دارن بپرسن. خواهش میکنم. خیلی ممنون از لیا خانم بابت توضیحاتشون در رابطه با سنجش از راه دور و حالا انواع ماهواره‌های اپتیک و رادار و حالا داده‌های لایدار، همون داده‌های لیزریمون که بسیار کاربردی هستن. اما خب متاسفانه به قول گفته خودتون داده‌های لیزری فعلا به صورت رایگان برای ایران در دست است.
نیست و به قول گفتنی باید نسخه های کوچیک شده با اپسکیل های خیلی کوچیک رو روی درام هاون بذاریم و حالا تاثیر برداری کنیم. اما خب انشالله اگه شرایط مهیا بشه و بتونیم آدم بتونه از این داده ها استفاده بکنه، مسلما اطلاعات خیلی ارزشمندی در مورد ارتفاع ساختمون ها، بحث ارتفاعات خیلی توی داده های لیزری ارزش داره. مقاله بسیار جذابی بود از یک انتشارات بسیار معتبر الزویر بود و موضوع مقالت هم موضوع مقاله جالب بود، من روز داشتم مطالعهش میکردم. فقط یه سوالی که برای من به وجود اومد این بود که شما از چون تو خود مقاله در مورد حالا فیوژن کردن داده های ALS و TLS، حالا ایربورن و داده هایی که تشیر سطح زمینی هستن رو به کار برده بود، برام سوال شد این نحوه ادغام رو آیا شما متوجه شدین دقیقا به چه صورت اتفاق میفته؟ یعنی میاد یه مینزی رو در نظر میگیره یا روش آماری خاصی رو مد نظر خودش قرار میده؟ این خواستم بدونم توضیحی داشته توی مقاله؟ توی این قسمت یه دست بیارم مقاله رو، اومده از همون روش RMSD استفاده کرده، root means با استفاده از این فرمول، این دوتا فرمول اینا استخراج کرده. یعنی اصل پایه این روش همین RMSDه. درسته. RMSD. من فکر کردم RMSE. من صفحه کوچیکی رو در اختیارم داشتم. RMSE بود. ایرور بود. برام سوال شده بود. نه. ایروری که میزان خطایی که اینجا هستش با باعث مشخص کرده. این RMSDه که بر اساس انحراف معیاره و البته هم بستگی هم گرفته بود دیگه، هم بستگی پیرسون. RMSDه اینجوریه که RMSD توی مدل سازی ماشین لرنینگ بیشتر استفاده میشه. یعنی اومده داده های اونی که مدل سازی کرده رو با مقدار واقعی مقایسه میکنه. اون با این فرق میکنه. اون با این درسته. پس موضوع خیلی زیبا و جذاب شد در رابطه با کاربردی که حالا جنگل ها داشتن توی این مقاله، توی این موضوعی که الان بررسی کردیم. شاید دوستان بعداً این کلیپ رو مشاهده بکنن، توی گروه گذاشته میشه. ببینید رشد جنگل ها رو یه تحقیقات خیلی کوچیکی حالا خیلی وقت پیشه، چون خودم توی زمین سنج از راه دور یه سری تحقیقات کوچیکی انجام میدادم، رشد خود جنگل در یه بازه زمانی میتونه در بحث حتی کشف معادن جدید، افزایش یه ماده معدنی در خاک به خاطر حالا عبور یک گل آبی در فاصله بسیار، یه چشم گلی در فاصله بسیار دورتر، حتی میتونه مواد مغذی رو برای اون درختان با خودش وارد خاک بکنه، یا حتی نوع بارش بارونی که اتفاق میفته در منطقه رو میتونه مشخص بکنه. اگر رشد درخت ها برخلاف اون مقداری باشه که استیمیت شده یا مدل سازی شده بر اساس داده های بلند مدت، میتونه این اتفاق رو رقم بزنه که یه حادثه یا یک هازاردی داره در این جنگل اتفاق میفته و از این بابت خیلی ارزشمند هستن که اینکه ارتفاع درخت ها، رشد درخت ها، اینکه تراکم درخت ها به چه صورت هست، مثلا در منطقه شمال اسکاندیناوی هم اگه شما مثلا مورد بررسی قرار داده بود، درخت های بسیار مقاومی هم بودن و سوزنی بود. و خب کاربردهاشون از این بابت هست و اینکه علم سنج از راه دور رو بشه گسترشش داد تو این سری زمینه ها، کمک میکنه به اینکه هم از نیروی کار کمتری استفاده بشه، هم دقت داده هامون رو نزدیک به دقت داده های میدانی در نظر بگیریم و بتونیم مناطق بسیار گسترده تری رو مورد بررسی قرار بدیم، چیزی که توسط نیروی کار در یک میدان عمل اتفاق پذیر اتفاق نمیفته. خیلی ممنونم. جلسمون رو اگه دوستان دیدن، آره چون بحث جنگل اولش خیلی سوال برانگیزه، خب رشد درخت چه کار بردی مگه میتونه داشته باشه که بازادن بخواد به اندازگیریش هم بکن، و خب این مباحث رو از داده زمین شناخت، چون خیلی وقت پیش دیدم که توی خود دانشگاه مثلا سنتی مونیخ این مبحث بحث فیوژن داده های ماهواره‌ای خیلی مد نظر قرار گرفته بود که برای بحث داده های زمین شناسی و اینکه تغییر دگرگونی هایی که در یک زمین یا دیگر دیسی هایی که اتفاق افتاده رو از
طریق خیلی پارامترها میشد شناساییش کرد. یکیش بحث جنگل‌هایی بود که سابقه کهن روش داشتن و خیلی ممنونم از اینکه این موضوع رو برامون باز کردید. مرسی. خیلی ممنون. دوستان دیگه سوالی اگر که داشتن بپرسن از لیا جون. من واقعا خواستم تشکر کنم هم از آقای مهندس هم لیا جون. این بحث های تکمیلی انتهای مقالم خیلی مفید بود و خود من الان مشتاق شدم برم یه مقدار کلا در مورد جنگل داری هم اطلاعات کسب کنم. خیلی عالی، مرسی. خب خیلی عالی، ممنون از همگی. شبتون بخیر باشه. خسته نباشین. شب شما هم بخیر. مرسی خانم دکتر، خیلی موضوع جالب بود. ممنونم ازتون. ممنونم ازتون. مرسی. خسته نباشین. شب بخیر. شما هم خسته نباشین. شبتون بخیر. خیلی ممنون از ارائه‌تون. تشکر می‌کنم منم. ممنونم خانم دکتر، متشکرم.